من افتخار دارم که به حیث یک مجاهد اثرگذار در تاریخ معاصر سیاسی کشور خود هستم. ما همیشه در سنگرهای جهاد افغانستان از وطن دفاع کردیم و در دوران دموکراسی هم در دوران مستک دیوار در مزار شریف، در نقاط فاریاب، در کوهستانات شمال ما مدافع از سرزمین بودیم. در دوران دموکراسی هم یک طرف قضیه افغانستان همیشه بودیم و همیشه حماسه آفریدیم و همیشه ملت به طرف تنظیم دموکراسی بردیم. اگر شما معلوماتتون مشوش است و از مغرضین استفاده میکنین یا خودتون غرض دارین، مربوط به شما. ما برای تطبیق اسلام در افغانستان و برای تطبیق دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان آمادگی داریم، در حد توان خود کار میکنیم و ما معتقد هستیم که اگر اسلام و احکام اسلام تحقق پیدا بکنه، عدالت در میان جامعه تحقق پیدا میکنه. در رابطه با وضعیت امنیتی و تاثیر نیروهای خارجی یا در مجموع کسایی که مهره ها را جابجا میکنن، به این شک نیست که خارجی ها حامی اصلی جنایتکارا و مرتکبین و متهمین جنایت در افغانستان است که اونا را از سوراخ‌ها کشیدن و دوباره سر مردم افغانستان حاکم کردن، که یک نمونهش امروز شما آقای محقق دیدین. بسیار جالب است که از دهن کسی گپ دموکراسی و حمایت از دموکراسی برای که تا دیروز خودشان در افشار در تمام نقاط کابل و در مجموع افغانستان اگر با گفتی خودشان مزار هم ببینیم و شمال بسیاری خونهای مردم بیگناه و بیچاره افغانستان ریختاندن و تا دیروز صدای پای زن است، صدای دموکراسی، نام دموکراسی حرام میدانستن. امروز باز حامی های اصلی دموکراسی هستن و خودشان و برادران چی هشگانیشان و چی برادران افغانیشان که در پاکستان حضور داشتن. اصل مشکل مردم افغانستان است کسایی که در صدر در افغانستان جنایت کردن، مخصوصا دوران جنگ سالارا یا جهادی ها که جدا از مردم افغانستان. مردم افغانستان تا وقت جهاد ما میتونیم بگیم که دولت نجیب سقوط کرد. اما بعد از ما میگیم که اینا کسایی است که بیشترین جنایت در افغانستان کرد. اینا کسایی است که تا دیروز شکمبه همدیگر پاره میکردن و امروز باز روی همدیگر میلسن. ما برادر هستیم. خانم دکتر، شما فکر نمیکنید که این روند امروز هم جریان داره؟ این روند هم از بود بین المللی سر مردم افغانستان، هم از بود مخالفین مصالحه حکومت افغانستان و هم در کل برخی مهرهای را که ما در گزارش نام بردیم در کابل و سایر نقاط افغانستان سر مردم ظلم میکنن. شما گزارش خبری ما را امروز دیدین که در بغلان هزاران نفر جمع شده بودن و از حکومت عدالت میخواستن که قاتلا و زورگوها ما میگیم که مردم عدالت از کدام حکومت؟ حکومتی که در رأسش آقای کرزی باشه. شما دیروز دیدید که در مجلس جوانان متاسفانه او به عنوان یک رئیس جمهور حداقل سمبولیک هم باشه، دروغین هم باشه، میگن که هر کس که توپ داشته باشه، طیاره داشته باشه و پول داشته باشه، افغانستان میتونه راحت اشغال کنه. ببینید اونقدر نامطمئن، در حالی که همین مردم افغانستان کسایی بود که با دست خالی هم انگلیسی شکست داد، هم روسی شکست داد و امروز هم میتونه، در حالتی نمیتونه که کسایی که جنایت کرده گفتین دور بر خود جمع کرده. اما تو که آقای محقق میگه من چون که امروز دولت توانایی نداره و افراد جهادی از دست ما رفته و دیگاه از دست ما رفته، ما میگیم نی، از دست نرفته، قوی تر هم شده. آقای کرده ادعا داره که ما یک جهادی بچار کلان هسته، دست راستش آقای فهیم است که جهادی کلام خود داره، محقق خلیلی است که کلامتر خود داره و در مجموع همونطور میاییم. اصل مشکل ایست که کسایی که تیکدار جهاد خود میدانه، کسایی که از راه جهاد امروز میلیونرها شده، آقای پول در افغانستان شدن و کسایی که امروز میبینید کماندانهاشون بازن در بغلان، در فرا، در مزار، در تخار، در اما 34 ولایت افغانستان که ببینید، در کابل ولایت دور افتادش که به هر حال که در کابل ببینید که اینا چی جنایت را اما آقای زابلی به نوی هم خارجی هستشان دفاع میکنه و هم داخلی های خود آقای کرده که میخواه که حاکمیت بیشتر داشته باشه و برادران هم دیگر است. اگر وزیر دفاع غلط میکنه وزیر داخل ازش دفاع میکنه، اگر وزیر داخل غلط میکنه رئیس امنیت ازش دفاع میکنه و در مجموع ما ببینیم که بر مردم افغانستان اینا تقسیمات کرده که اینی هزاره است و پشتون است و تاجیک است و ازبک از ما و آقای دوستم که در ترکیه چکر میزنه اینجا کلان نیروهای امنیتی افغانستان است و میبینید که امو اردو را بازم که امروز میگه جهادیار ما چون که در زیر رهبری یک
مجاهدین در زیر رهبری یک جهادی باید بیاید و امنیت تاثیر داره، ما میگیم بازم اگر میتونسته، آیا شما امو جهادی های امو رهبرای نیستین که در خانه خدا قسم خوردین پس آمدین سوگند شکستین 65,000 کابلی کشتین، چقدر سهم تو حزب وحدت، چقدر سهم آقای محقق، آقای سیاف، آقای ربانی و امثال هم که امروز دم از دموکراسی، اما در کل طول میزنه چقدر جنایت، اما در کل نظام فعلی افغانستان در یک بود کلانش تحت حمایت جامعه بین المللی است و مجموعه حرکت ها هم با اتکای نظامی و با اتکای مالی از اونها صورت میگیره. چرا سفارتخانه ها بیشتر تمایل هستند تا وضعیت در افغانستان قسمی که آقای زابلی مطرح کرد دگرگون بسازه و رد و بدل هایی که در اهرم چتر امنیتی یا در سایر پست های سیاسی افغانستان به نفع از اونها رنگ بگیره متوسل به اون میشه؟ به خاطر که اینایی که آمده در افغانستان به خاطر مردم افغانستان نامده، برای نجات مردم افغانستان نامده، درست؟ اینا کسایی است که خارجی ها هم اهداف خود داره و در اصلش آمریکا افغانستان به عنوان یک کشور اشغال شده تبدیل کرده، میخواهی که از طریق چین، ایران، روسیه و تمام کشورها رو نفوذ خود داشته و اینا مهره های بچه های خوب ایران است، بچه های خوب پاکستان است، بچه های خوب آمریکا است که تا دیروز از سیایی پیس سلام میگرفت و امروز بازم میگیره و علیه دیگیش میجنگه. بنابراین هر کدام از نام مهری یک کشور است و وابسته به یک کشور هستند و حامی کشورهای خاص چی در پارلمان چی در قوی اجرایی ما و من در همچنین در مجموع بگیم هر سه قوه جا به جا هستند و نفع خدا بیشتر.